تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دی یووالي او پیوستون رښتینی غږ. با گزارش بخش فارسی بی بی سی، حزب اسلامی افغانستان خبر توافق با اردوغان برای اعزام جنگجویان به آذربایجان را رد کرده است. همایون جری، رزو ارشد شورای مرکزی حزب اسلامی حکمتیار، به بی بی سی خبرهای نشر شده مبنی بر توافق رئیس جمهور ترکیه و حزب اسلامی را مبنی بر اعزام نیرو به آذربایجان رد کرد و گفت که هیچ تقاضایی در این مورد نشده و بحث صورت نگرفته است. او گفت حالا اگر چنین درخواستی هم مطرح باشد باید از طریق دولت افغانستان صورت گیرد. حضور جنگجویان خارجی در درگیری‌های اخیر میان آذربایجان و ارمنستان بار دیگر خبرساز شد. هزاران جنگجوی افغان در منازعه دهه 90 میلادی میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه خودمختار ناگورنای قره‌باغ جنگیدند و تا زمان برقراری آتش‌بس در قره‌باغ و عقب زدن نیروهای ارمنستانی از منطقه در حدود 2 سال در آنجا حضور داشتند. با گفته ای آقای جریر، در سال 1993 روشن جوادوف معاون وزیر خارجه وقت آذربایجان نزد گلبدین حکمتیار آمده بود و از آقای حکمتیار که در آن زمان نخست وزیر دولت افغانستان بود تقاضای کمک کرد. شمار این نیروهای مجاهدین که به آذربایجان اعزام شدند با گفته ای آقای جریر حدود 5000 نیروی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در حدود 2 سال در آن جنگ به نفع جمهوری آذربایجان علیه نیروهای ارمنستان جنگیدند. در 2 هفته اخیر بار دیگر نیروهای آذربایجان و ارمنستان در منطقه خودمختار قره‌باغ که هنوز مورد منازعه دو کشور است وارد درگیری‌های شدید شدند. وزارت خارجه افغانستان از درگیری مرزی میان ارمنستان و آذربایجان ابراز نگرانی کرده و گفته که از دولت آذربایجان در این زمینه حمایت می‌کند. این وزارتخانه در ماه میزان با نشر یک اعلامیه گفته منطقه ناگورنوی قره‌باغ به عنوان بخش از آذربایجان در سطح جهان به رسمیت شناخته شده و افغانستان خواهان پایان اشغال آن است. آقای جریر میگوید در مناقشه کنونی نیز از دید ما کشور اسلامی آذربایجان مظلوم واقع شده و به منطقه قره‌باغ که قبلا جزء خاک آذربایجان بود حمله شده است. از دید ما ارمنستان در آن وقت هم اشغالگر بوده و حالا هم همین طور است. با گفته او اما حالا آذربایجان توانایی دفاع از خودش را دارد. در حال حاضر آقای حکمتیار صدر اعظم نیست و اگر تقاضای اعزام نیروی صورت میگیرد باید از دولت درخواست شود و از نگاه ما در حال حاضر آذربایجان و مردمش به خوبی می توانند از خاکشان دفاع کنند. آقای جریر گفت که نیروهای است بر دهه 90 به دلیل بحث اخوت اسلامی حمایت از مسلمانان مظلوم و تقاضای رسمی دولت آذربایجان اعزام شدند. با گفته او دولت آذربایجان ضعیف بود و مشکلات اقتصادی و دیگر مشکلات بر آنها فشار وارد کرده بود و توانایی دفاع از کشورشان را نداشتند. با همان دلیل از افغانها و از حکمتیار با عنوان صدر اعظم کمک خواست و نیروهای حزب اسلامی به آذربایجان فرستاده شدند. آقای جریر آمار مشخص در مورد تلفات این جنگجویان حزب اسلامی در جنگ قره‌باغ ارائه نکرد. دیدبان حقوق بشر در گزارش مفصل درباره منازعه 7 ساله قره‌باغ میان آذربایجان و ارمنستان در دهه 1990 بارها از حضور نیروهای مجاهدین در این جنگ یاد کرده است. روزنامه واشنگتن پست در 8 نوامبر 1993 نوشته که حتی باکو پایتخت آذربایجان در برابر نیروهای ارمنی بی‌دفاع بود. دیپلمات‌های غربی می‌گفتند قربان علیوف رئیس جمهور وقت آذربایجان کارش تمام است مگر اینکه دست به اقدام رادیکالی بزند. حضور مجاهدین در آذربایجان 4 سال پس از خروج ارتش سرخز افغانستان در سال 1989 و 2 سال پس از سقوط شوروی در 1991 جالب بود. با گزارش واشنگتن پست این افغان‌ها که با کلاه‌های گرد پشمی صاف و لباس‌های نازک کتان شناخته می‌شدند در ماه آگوست وارد آذربایجان شدند. با نوشته این روزنامه آقای حکمتیار نخست وزیر وقت دولت مجاهدین در قبال مبلغ پولی که مقدارش مشخص نشده با اعزام این نیروها به آذربایجان موافقت کرده است.
روزنامه کریستین ساینس مانیتور در 16 نوامبر سال 1993 نوشته که در 21 اکتبر یک تعداد از جنگجویان مجاهدین افغان پیشگام حمله غافلگیرانه شدند. با گزارش این روزنامه افغان‌ها در چندین محل حضور داشتند و در 21 اکتبر حدود 300 جنگجوی افغان به طور غیر مترقبه به نیروهای ارمنی در جبریل حمله کردند. افغان‌ها مجهز به سلاح‌های شوروی سابق بودند و دیسپلین بهتر از نیروهای آذری داشتند. گفته می‌شود وحیدالله صباون مسئول نظامی حزب اسلامی در آن سال‌ها مدیریت اعزام این جنگجویان را به آذربایجان بر عهده داشته است. آقای صباون در حال حاضر حزب مستقل به نام حزب اسلامی ایجاد کرده است. او در مورد این موضوع حاضر به گفتگو با بی بی سی نشد. به گفته دیدبان حقوق بشر، گزارش‌های از حضور شماری از جنگجویان حزب وحدت اسلامی افغانستان نیز در کنار نیروهای حزب اسلامی یاد می‌کند. افراد حزب وحدت از طریق دفتر این حزب در ایران مهاجران افغان را به آذربایجان می‌فرستاد. در آن سالها ایران این حزب را حمایت مالی می‌کرد، اما مشخص نیست که آیا ایران هزینه حضور جنگجویان حزب وحدت در آذربایجان را نیز پرداخت می‌کرد یا نه. احمد که نام مستعار شخصی است به بی بی سی گفت که برادرش که در آن سالها با عنوان مهاجر در ایران زندگی می‌کرد، پس از گذراندن دوره کوتاه آموزش نظامی در پایگاه در ولایت کرمان و شهر زاهدان به آذربایجان اعزام شد که پس از 3 ماه کشته شد و جنازه اش را به خانواده اش در زاهدان ایران تحویل دادند. دیدبان حقوق بشر حضور این جنگجویان افغان در آن منازعه را بنابر معیارهای حقوق بین المللی مصداق نیروهای مسیونری یا جنگجویان مزدور تعریف کرده که به استخدام یک طرف جنگ برای دریافت پول در آمده بودند. افراد مطلع میگویند حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار افراد مجاهدین را با پرداخت حقوق ماهانه $300 عمدتاً از جلال آباد در شرق افغانستان به جنگ قره‌باغ میفرستاد. دولت آذربایجان به طور رسمی حضور این جنگجویان را در آن منازعه انکار کرده است. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریختینه غک. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید. تلویزیون بهار، تلویزیون مردمی که شامل برنامه‌های هنری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و موضوعات داغ روز می باشد. پس تلویزیون بهار را دنبال کنید.